مادر در تاریخ بشر سمبل عشق بی‌دریغ، پاک و یک جانبه نسبت به فرزند است. و مادر کوشالی قبل از هر چیز یک مادر بود. مادری سرشار از عشق و عاطفه نسبت به پسرانش نجم الدین، کمال الدین، شمس الدین، علاءالدین و عصمت همسر علا. گوهرانی که خمینی تنها در چند ماه آنها را تک به تک از مادر رو بود و در کام مرگ فرو برد. اما هیهات من نزله که مادر در مقابل این رنج بزرگ خم به ابرو نیاورد و چون کوهی استوار در مقابل قاتلین فرزندانش و فرزندان مردم ایران قد برافراشت، ایستاد و جنگید و به تجسم این شعار حسینی تبدیل شد: هیهات من نزله. مادر سال خورده‌ای که تا آخرین لحظه های بودنش در تمامی صحنه‌ها در صف اول ایستاد و جنگید و مدافعی بود برای اشرف و اشرفیان. آری، درس بزرگ زندگی مادر این است که وقتی عشقی مقدس مانند عشق مادری در دلداری و سرنوشت و مسیر زندگی تو را در مقابل دشمن قداری چون آخوندهای ضد بشر قرار می دهد که در جنایت و رذالت مرزی نمی شناسند، متقابلن قلبت را چنان فراخ کن که تمامی فرزندان خلق را مانند فرزندان دلبندت دوست داشته باشی. دامنت را به فراخنای جنگل‌های گیلان و دشت و دمن کردستان و آذربایجان و خراسان و خوزستان بگستران تا پناهگاه همه فرزندان ستمزده و بلا کشیده این آب و خاک باشی و چنان همه جا و در همه صحنه‌ها و پهنه‌ها حاضر باش که دستان پرمهر و محبتت نوازشگر تمامی کودکان یتیم ایران زمین باشد. درس بزرگ زندگی مادر کوشالی این است که علی‌رغم غم بزرگت پیوسته لبخندی بزرگ را بر لب داشته باشی تا دیگران وقتی تو را می‌بینند با لبخند تو غمهایشان را فراموش کنند و گاه از کوچکی قلبشان در مقابل بزرگی قلب تو شرم کنند، سستی ها را به کناری بگذارند و از جا برخیزند، چرا که می دانی اگر تو به آنها عشق نورزی و به آنها نیندیشی کسی به آنها فکر نخواهد کرد. و این چنین است که مادر کوشالی و بسیار مادرانی دیگر مانند آنها به بیان قرآن به دریچه های رحمت و رهایی خداوند برای مردم تبدیل می شود. انسان هایی وارسته و از خود بی خود و برای همه. والله رؤوف به عباد. مادرانی که چونان خورشیدی حقانیت این راه را و باطل بودن قاتلین فرزندانشان را گواهی می دهند. از آنها عاشق بودن را باید آموخت، عاشق همه آنهایی که امروز در ایران آخوندزده چون صحراهای تفتیده و ترک خورده در آفتاب به قطرات باران، نه بلکه به رودی جاری شده از عشق نیاز دارند. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما.